هفته قبل بعد از کمی قدم زدن در قسمت قدیمی شهر اورشلیم رفتم به حرم شریف، سومین مکان مقدس مسلمانان و جایی که قبت و صخره و مسجد الاقصا قرار دارند. سپس به کنار یکی از دروازه های شهر رفتم، جایی که عده ای از یهودیان اعتقاد دارند که زمانی مشیاق از طریق این مکان وارد اورشلیم خواهد شد. بعد هم با چند جوان در شهر کمی هم نوازی کردم. در مرکز شهر اورشلیم در انتهای خیابانی به نام یافا بازاری وجود داره. فارسی. شما ایرانی هستی؟ آره. آره؟ ایرانی دوباره پیدا کردی؟ یعنی تو اسرائیل فقط ایرانی میبینی، انگار اومدی تهران. خوبی شما؟ من 5 سالم بوده اومدم اسرائیل. 5 سالتون بوده اومدی اسرائیل؟ خیلی سال. از کجای ایران؟ تهران. از تهران. از تهران. از تهران. کودکستان بودم. آره معلومه. آره دیگه هم برنگشتین دیگه یا رفتین بعدش؟ نمیفهم. برگشتین ایران تو این مدت؟ نه برنگشتیم. یعنی از اون موقعی که اومدین دیگه نرفتین؟ دیگه نرفتیم ایران دوباره. ولی خوب فارسی حرف میزنین؟ چیزی هرچی میدونستم که بچه 5 سالی الان یادم. بیشتر از این بلد نیست. ولی فارسیتون از بچه 5 ساله بهتره. مرسی. جدی میگم. خیلی خوبه. آره اورشلیم هستی شما نه؟ نه. من جای دیگه. ریشون لتیو. اوکی. اوکی. خوب. چقدر خوب. چقدر خوب. سلامت باشید. شما واسه تلویزیون؟ بله، تلویزیون منوتو در لندن. آه لندن. بله. اونجا خیلی یهودی هست. یهودی همه چیز هست دیگه اونجا. ایرانی. آمده تو ایرانیه، ایرانی زیاده. آره. من خودم هلند زندگی میکنم. کجا؟ هلند. هلند. هلند حدود 45,000 تا ایرانی وجود داره. اوه. آره. اوه. زیاده. 45,000 خیلی. خیلیه. ماشاءالله. آره. آره. دیگه همه دیگه خیلی اومدن بیرون دیگه. حالا به دلایل مختلف. خب. چیشی میخوای تعریف کنی؟ دارم تعریف میکنم. داشتم شروع میکردم بگم اینجا بازار مخنه یهودا هست در آره. مرکز اورشلیم در انتهای خیابانی به نام خیابان یافا. یافا. درسته. بعد این بازار یکی از معروفترین یا شاید هم بشه گفت معروفترین بازار در شهر اورشلیم هست که بیشتر مواد غذایی در اینجا به فروش میرسه، از شیرینی و میوه و آجیل، ادویه، باقلوا، شیرینی، شراب، پنیر، هر چی که بخواید اینجا پیدا میشه. هر چی بخواید. آره، بعد رستوران هم داره که مثل ایشون نشستن اینجا برای خوردن غذا. ولی اینجا وقتی تعطیل میشه شب یه حال و هوای دیگه ای داره. حالا شب با امشب میایم اینجا ببینیم که چه خبره. دیگه همه دور هم جمع میشن و آره، درو تعریف کردن. خیلی. آره، خب دیگه ایشون هم تایید کرد، دیگه حتما درست تعریف کردم. خداحافظ شما. قربونتون بشم. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ شما. قربون شما. خب بریم یه دوری بزنیم توی مخنه یهودا در طول روز ببینیم که حال و هوا به چه صورته. بعد از آشنا شدن با خانم ایرانی به قدم زدن در بازار ادامه دادم. بازاری که بیش از 250 غرفه و مغازه در اون وجود داره. بعضی از غرفه ها و مغازه ها هم متعلق به ایرانی هاست. رفتم به یکی از اونها سر بزنم. خوبی شما؟ اگر منو به یاد آوردین خیلی به نظر ما ارشمیه. آره بدون ریش همو میشناسین شما. من آقا رو 6 سال پیش موقعی که اولین بار با دوچرخه از هلند اومدم تا اسرائیل اینجا باش آشنا شدم. ولی خب بعد از 6 سال منم ریش گذاشتم، اون موقع ریش نداشتم و خب ببینم میشناسه منو یا نه. چرخه دمه نهیم؟ آه چلا آقا درست خوشیم شدید با خوشی به کیه؟
میام باش یه عکس بگیرم. شناختن میدونی گفتم خدا خیلی خوشیم. من اولین جایی که اومدم تو مخنه یهودا اینجا زنده باشی، گفتم بیام شما رو ببینم. به دوستم داشتم میگفتم الان فیلم بردارم، من اومدم اینجا 3-4 ساعت موندیم همینجور صحبت کردیم. بابا اون موقع تو سلامتی اومدی فیلم گرفتی عکس گرفتی صحبت کردی، گفتی اینا برات میفرستم دیگه با یاد دفنا. والا نه چه فرسته، من خیلی مزم اون دختر خانمی که دوبار اومد اونم دیگه نیومد. دختر خانمی که اینجا به اصطلاح اسرائیلی بود. آره. خوبی شما؟ بارخ شما تو چطوری؟ قربون شما. من همیشه از شما تعریف میکنم، یادتون هستم برای دوستام همیشه. واقعا برای همین اولین جایی که تو مخنه یهودا اومدم گفتم بیا شما رو ببینم. تو فکرت بودم باور کن. عروسی کردی یا نه؟ نه اگه عروسی کرده بودم که نمیتونستم بیام. که رفتم جنوب تو نگف سمت میسپرامون و اونجا و همه جا. آره دیگه همه جا دیگه، اینجا آخرین دیگه که دیگه فردا هم برمیگردم آخرین اسکایی. میخوام یکم زعتر بگیرم اینجا، زعتر از آویشن و کنجد درست میشه. گفتم خود چه بهتر بیام از یک همزبان زعتر بگیرم، آقای یزدی که چنین مغازه‌ای هم دارن و از اینجا میگیرم زعتر. خودتون بخواییم بخورین اینو میخورین یا اونو؟ اینو؟ بله روغن و نون و بله به روی همه غذایی میتونیم بپاشین، یا اینکه بذاره با خوموس بذارین عادی بکنین. بله رو غذا هم میشدی؟ موقع آشپزی؟ کیلو چنده این؟ این 70. کیلو 70. کیلو 70 چکه بین دیگه یک کیلو بدین دیگه بس لطفا. خیلی بهتر هم بخواییم هست چیه به چی؟ برای کباب، کباب ایرانی اگه بخواییم درست بکنیم تبلین داریم. سماق منظورتونه؟ سماق رو میریزن روی تبلین آره. کباب ولی این قاطی میکنن با گوشت. آسیاب کنی داری کم بخوریم؟ یک کمشو بخوریم. اینی با کباب قاطی میکنن؟ با کباب قاطی میکنن با همه سو همه تیر گوشتی گوشت همه سوی گوشتی و خیلی عالیه. هر که میاد دنبال این تبلین خود ماست. ما خودمون قاطی میکنیم اینو و خیلی عالیه. هر که اومده دنبالش میاد. چی اسمش؟ راس الخنود بهش میگیم اینجا. با چی درست میشه؟ با چی درست میشه؟ 30-40 جور تبلینیم قاطی هست. خب از اینم بریم پس. این کشف اسرائیلی ها چون تو ایران که نمک زده ایرانی اسرائیلی آره تا کشف ایرانی ها اسرائیل برای کباب کوبیده اینو برای کباب کوبیده خوبه. برای الهاش روی سیر مرغ میخوایم بریزیم خیلی خوشمزه است و همه چی میتونی استفاده بکنی. خب بعد یه جام دیگه هم بریزیم. آره بعد فکر اضافه بارم بکنم. شما که بیزنس کلاس میری عزیزم؟ نه بابا بیزنس کجاست بابا، ما تو تمام تو بوفه میشینیم. بعد از کلی ادویه خریدن و گپ و گفتگو با آقای خوش صحبت یزدی به قدم زدن در بازار ادامه دادم تا که هوا تاریک شد. رفتم برای خوردن شام. اینجا یه رستورانی هست، یه رستوران که غذای فست فود داره، یه غذایی دارن به نام سابی که اصلش غذای عراقی هستش، با پیتا درست میکنن و بادمجون و کلی چیزا میریزن توش و خیلی تعریفش رو شنیدم. اومدیم اینجا با ایدو. اگه برنامه منو در هند دیده باشین با ایدو ما با همدیگه از هند رفتیم نپال و نپال با همدیگه بودیم، الان اینجا با همدیگه دوباره همدیگه رو دیدیم و اومدیم یه شب بیرون و زیاد صحبت نمی کنم، میرم اول ساندویچ بگیرم. قبل از اینکه سابی رو بخوریم آبجو میخوریم به سلامتی همه شما. امیدوارم که روزی برسه که دور هم هممون در اینجا بتونیم آبجو بخوریم یا در ایران. کلا منظورم اینه که همه در صلح و صفا در کنار هم بتونیم زندگی بکنیم و لذت ببریم از این چند صباحی که در این دنیا هستیم. سلامتی. سلام مبارک. سلامتی. 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 بله اینجا همون بازاریه که در طول روز اینقدر شلوغ بود و کاملا حال و هوای دیگه ای داشت. الان مخصوصا شب شبات اینجا شلوغ میشه، شب تعطیلی هست در اسرائیل اینقدر شلوغه که واقعا به سختی میشه اینجا راه رفت و همه میان اینجا
شبشون رو میگذرونن، مشروب میخورن، میرقصن و همه چی هم اینجا پیدا میشه و صدا به صدا نمیرسه. واقعا شلوغ هستش، فضای واقعا باحالی هستش. با هم یه دور میزنیم توی این فضای بسیار شلوغ و باحال. ساعت‌های آخر سفر اسرائیل و فلسطین بود که مصادف شده بود با جشن و پایکوبی. برای اون شب میبایست که به هلند برمیگشتم. این سفر هم مانند سفرهای قبل برام سفر پرباری بود. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ירושלים של זהב ושל נחושת ושלום.